سلام توی این ویدیو میخوام در مورد آه. سلام توی این ویدیو میخوام در مورد اینکه یه فایل اجرایی چیه چه بخش هایی داره بعد از کامپایل شدن و چه جوری اجرا میشه حرف بزنم اگه دوست داشتید با ما همراه باشید من عباس یزنان پناه هستم و میخوام در مورد سگمنت ها توی نرم افزارهای اجرایی یا همون فایل های اگزه حرف بزنم براتون احتمالا اگه اسمبلی یادتون بیاد و یا اینکه یادتون بیاد که سیستم عامل چجوری یه نرم افزار رو اجرا میکنه این موضوع رو یادتون میاد ولی حالا من میخوام به صورت خیلی تو دل و ساده و سریع توضیح بدم که اینها چیه و ما تو برنامه نویسی کجا باهاشون برخورد میکنیم خب سگمنت ها چهار تا سگمنت داریم که البته بعضی منتقدند که پنج تا سگمنت یعنی که حالا جلوتر توضیح میدم کد سگمنت هست که کدهای کامپایل شده مونه دیتا سگمنت هست که دیتا ها اونجاست استک سگمنت هست که خب استکمون اونجا تعریف میشه و هیپ سگمنت هست که متغیرهایی که ما در حین برنامه و زمان ران تایم اجرا میکنیم اونجا قرار میگیره کد سگمنت نکتهش اینه که نتیجه کامپایل کد اسمبلی توشه و بخشای قابل اجرای کده نکته مهمی که توی اینجا وجود داره اینه که بدونیم سیستم عامل اینجا رو در نظر میگیره به عنوان جایی که قابلیت اجرا داره و کدهای دیگر رو اجازه ای اگزیکیوت بهش نمیده و از این روش خیلی از نرم افزارها استفاده میکنند بر خیلی از سیستم عامل ها استفاده میکنند برای محافظت از اینکه کد ناشناخته ای اجرا نشه و خیلی از سیستم ها که هک میشن اکثرا مال اینن که میتونن به یه جایی از مموری که کد سگمنت نیست دسترسی اگزیکیوت بدن و این میشه که ریموت کد اکزیکیوشن یا کد اکزیکیوشنی که اتفاقای بدی هم به همراه داره ولی کلا کد سگمنت بخشیه که توش کد هامون قرار گرفته دیتا سگمنت هم زمان کامپایل مشخص میشه دیتا سگمنت خودش دو حالته یکی اون تیکیش که با مقدار اولی است یکیش اون تیکیش که بدون مقدار اولی است به همین خاطر میگفتم که دو تاست. یه جاهایی بهش میگن بی و دیتا سگمنت که من دقیقی آدم نمیاد که کدوم کدومه و نکته اصلی اینه که تون کد ما هر جا متغیر گلوبال یا متغیر استاتیک دیدیم اون متغیرها توی دیتا سگمنت قرار میگیرن و کد... کدا اونجان و نکته دیتا سگمنت اینه که تمام چیزی که اونجاست از ابتدای اجرای برنامه تا انتهای اجرای برنامه وجود داره و از بین نمیره و ثابته استک سگمنت کجاست؟ فراخانی تابعات همجور که از اسمش استکه که هر جهت حرکتش هم به وارون است یعنی اینکه از زیاد به کم میاد و اینجوریه که فراخانی تابع که انجام میدیم استک سگمنت توشی اتفاقاتی میفته میگه آقا تابع قبلی چی بود از کجا اومدم به کجا میخوام برگردم یا یعنی اینکه متغیرهایی که تو بدنه تعریف میکنیم مثل اینت آ اینت بی یا هر متغیری که توی بدنه تا بهمون تعریف کنیم اونجا تعریف میشه حالا این یه چیزی داره یه تیریکی داره که مثلا تو زبونهایی مثل سی شارپ یا زبونهای سطح بالا ممکنه یه متغیری تو بدنه تابه تعریف کنیم اما این واقعا بره تو هیپ بشینه و حالا در مورد اونم توضیح میدم ولی نکته اینه که اون چیزی که به اون هیپ اشاره میکنه باز توی استک تک تعریف شده که حالا بعضی جاها بهش میگن رفرنس بعضی جاها میگن پوینتر و کلا اینجا محلیه که داینامیک توش اتفاقاتی میفته قسمت آخری که میخوام در موردش توضیح بدم هیپ سگمنت هیپ سگمنت متغیرهای داینامیک اونجا اگه سی کار کردید نیو و املوک هر چیزی اونجا سی و سی پلاس پلاس توی متقی... توی زبان های سی شب هر جا اینستنس از یک کلاس میسازید دارید یه چیزی توی هیپ میسازید قاعدتا این دو تیکه است یه تیکش اون چیزیه که توی هیپ وجود داره یه تیکش اون تیکه که تو استک و به اونجا اشاره میکنه و تو زبان هایی که گاربیج کالکتور دارن مثل جاوا سی شارپ گاربیج کالکتور روی هیپ کار میکنه همه ی حواسش به هیپ هست و اونجاهایی از هیپو که لازم نداریم برمیگردونه عملا استک هرچی روش تعریف میشه اتوماتیک پاک میشه عملا اون چیزی که تو دیتا سگمنت وجود داره خودش از زمان کامپایل وجود داره و دیگه اصلا تغییر نمیکنه و این هیپ هست که محل دعوای گاربیج را با الگوریتمهای مختلفشون دستتون درد نکنه که گوش دادید ارائه من تموم شد خیلی خوشحال شدم خدا نگهدار